تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که بین دویست تا چهارصد جنگجوی القاعده در استان‌های جنوبی افغانستان حضور دارند این موضوع در قالب 29 گزارش این سازمان در مورد حضور جنگجویان خارجی در افغانستان تحت سلطه طالبان به شورای امنیت فرستاده شده است در این گزارش آمده است که جنگجویان گروه القاعده در استانهای قزنی، هلمند، قندهار، نیمروز، پکتیا و زابل فعالیت دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل، این جنگجویان شهروندان افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هند و میانمار هستند، گزارش افزوده است که با وجود انکار طالبان محمود رهبر القاعده در شهر قاره هند و عاطف یحیی غوری معاون او در افغانستان به سر میبرند ناظران در این گزارش با اشاره به حضور گسترده جنجویان مربوط به سایر گروه های تروریستی هشدار داده که پس از تسلط دوباره طالبان افغانستان به یک مکان امن برای این گروهها تبدیل شده است گفتنی است که کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره گروه های شورشی از جمله القاعده، طالبان و داعش را در جنوب آسیا به ویژه افغانستان رصد می کنند.